اولین ویدئویی که براتون آماده کردم در مورد شخصی به نام آقای محمد علی محمدیان، اهل روستای درکی از توابع مریوان هستش، معلمی که یکی از دانش آموزاشون دچار بیماری سرطان شده و ایشون برای اینکه احساس همدردی خودش رو به اون شاگرد نشون بده موهای خودشون رو از ته زدن. آقای محمدیان معلمی که تیر همدلی و همدردی رو به موهاش میزنه تا ماهان بتونه مثل همیشه به مدرسه بیاد. دوباره که اعتماد به نفسش رو برگردونم، اینجوری به فعالیت‌های درسیش دوباره برش گردونم. وقتی دقیقا جلوی آینه رفتم و میخواستم این کار رو بکنم، دو دل بودم حقیقتش. یه لحظه ماهان جلوی چشمم تو آینه ظاهر شد. اسم چیه؟ ماهان. ماهان چی؟ رحیمی. چند سالته؟ 8. کلاس چندمی ماهان؟ 2. پدر ماهان از اتفاقی میگه که هنوز پزشکان از چراییان به نتیجه ای نرسیدند. بیماری نامعلوم. یه شب خوابیده بودیم، صبح بلند شدیم، موهای سر ریخته بود. بعدش هم کم کم ناخوناش هم ریخت. دیگه بردیمش دکتر، هیچ نتیجه ازش نگرفتیم. اینجا مریوانه، غربی ترین نقطه کشور. توی این کلاس کوچیک معلم به بچه ها درس زندگی میده. بزرگ شدی دوست داری چیکاری بشی؟ معلم. معلمش که معلم نیست، اون فرشته است. حرکت های محمدی هم که بستر جهانی پیدا کرده، دیگه توی ایران نیست الان. حتی از کشورهای خارجی هم به آقای محمدی التماس گرفتن. تا زمانی که نظیر چنین معلم هایی در این مرز و بوم هستند، کودکان ما هیچگاه تنها نخواهند ماند. بچه ها امانت های الهی هستند، بچه ها معصوم هستند، پاک هستند، و این ما هستیم که واقعا باید از این امانت به نحو احسن. بله، باید درود فرستاد بر شرف چنین معلمی و چنین مرد نازنینی که با احساسات اینگونه میخواد دانش آموزانش رو پرورش بده، تعلیم و تربیت بکنه. و امیدواریم که ماهان عزیز بیماری شناخته بشه و مشکلش برطرف بشه هرچه زودتر. اما در جواب این خبرنگار عزیزی که این مطلب رو عنوان کردن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، باید بگم که ما معلم‌هایی از این دست در این مرز و بوم بسیار داشتیم، در خود کردستان و سنندج هم داشتیم که با اونها چگونه برخورد کردن. فرزاد کمانگر عزیز، معلم آزاده‌ای که بزرگ مردی که ثابت کرد شرافت انسان هنوز وجود داره و میشه در مقابل زور، جبر و استبداد ایستاد.